میوه کاکتوس یا گلابی خاردار که به اسم پریکلی پیر گفته میشه اسم متعارف میوهیه که بالای برگهای کاکتوس نوپال یا نوپال کاکتوس رشد میکنه. تا حال حاضر چیزی در حدود 200 نوع مختلف از این کاکتوس در شمال و جنوب آمریکا پیدا شده. برخی از نوعهای کاکتوس میوه میدن اما تعداد کمی از اونها خوردنی هم. متداول ترین گونه میوه کاکتوس که خوردنی هم باشه و در آشپزی هم بشه از او استفاده کرد و کاربرد داشته باشه مربوط به نوع اوفیکوس ایندیکا هست که به عنوان انجیر هندی هم شناخته میشه. دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال همگی شما خوب و خوش باشه. امروز قراره در مورد میوه کاکتوس و فواید جالب او صحبت کنیم. اگه علاقمند به موضوعات زیست شناسی هستیم حتما کانال سابسکرایب کنیم. امروز قراره 9 فایده مهم و بسیار جالب میوه کاکتوس یا انجیر هندی برای شما توضیح بدیم که بسیار جالب هم هست. اگه علاقمند به موضوعات زیست شناسی هستین حتما کانال سابسکرایب کنیم. اسم میوه همونطور که گفتیم روی برگهای کاکتوس رشد میکنه، به نام نوپال گفته میشه و میوه کاکتوس در حقیقت طعمی شبیه به هندوانه داره و در بعضی از مواقع هم مشابه طعم بعضی از آدامسای بادکنکی داره. میشه پوستی میوه کند و به صورت خام این میوه مصرف کرد. میوه کاکتوس بیشتر مصرف خوراکی داره، در بازارها فروخته میشه، در آلمان در خیلی از کشورهای اروپایی هم فروخته میشه و میشه اون استفاده کرد. این میوه درست روی برگهای خاردار کاکتوس رشد میکنه که به شکل بیضیه و رنگ او بین معمولا زرد و سبز تا رنگ نارنجی و صورتی و همچنین قرمز متغیره. بسته به گونه رنگ ها معمولا متفاوت هستش، گرچه در ابتدا کاکتوس ها در آمریکا رشد کردن اما در دیگه نقاط دنیا هم مثل مصر، مراکش، اروپا، خاورمیانه هم کاکتوس ها و همچنین میوه های اونها یافت میشه. اما مهمترین خصوصیات کاکتوس ها و میوه مخصوصا میوه کاکتوس ها چیست؟ اول منبع ویتامین هست. تحقیقات نشون داده که میوه کاکتوس به دلیل دارا بودن مقدار زیادی ویتامین C و E و همچنین رابطه مثبت با سمزدایی و فعالیت‌های آنتی اکسیدانی که داره نقش بسیار مهمی در افزایش قدرت سیستم ایمنی داره. دومین فایده در حقیقت میوه کاکتوس یا نوپال تقویت استخوان و دندانه. کلسیم نقش جدایی ناپذیری در ساخت بافت استخوان و دندان داره و میوه کاکتوس حاوی مقدار قابل توجهی کلسیمه. با مصرف این میوه میتونیم مشکلاتی مثل پوکی استخوان و دیگر اختلالهای استخوانی مرتبط با بالا رفتن سن در حقیقت جلوگیری کنیم. پس منبع مهمی از کلسیم هم هست. سومین فایده میوه کاکتوس یا نوپال اینه که سرشار از فیبره. میوه کاکتوس هم مثل خیلی از سبزیجات و میوه‌جات دیگه داره مقدار زیادی فیبر غذاییه، بنابراین این میوه میتونه هم به فرایند هضم غذا کمک کنه و همچنین خود فیبر با افزایش حجم مدفوع و پاکسازی روده ها به جذب بهتر غذا در ناحیه گوارشی کمک میکنه. همچنین در درمان یبوست، در نفخ، درمان نفخ شکم و تعدادی از مشکلات گوارشی مثل زخم معده موثر. چهارمین فایده میوه نوپال یا میوه کاکتوس حفظ سلامت قلب هست. فیبر موجود در میوه کاکتوس باعث کاهش سطح کلسترول یا همون LDL بد در بدن میشه. همچنین مقدار زیاد پتاسیم موجود در این میوه به آرام کردن رگهای خونی و کاهش استرس در سیستم قلبی و همچنین به کاهش فشار خون کمک میکنه. همچنین ترکیبی به اسم بتالین در کاکتوس وجود داره که رابطه مستقیمی با تقویت لایه درونی رگ داره که باعث کاهش ریسک تضعیف دستگاه گردش خون میشه، بنابراین به سلامت قلب هم کمک زیادی میکنه. پنجمین خاصیت فوق‌العاده میوه کاکتوس خاصیت ضد سرطانی میوه است. میوه کاکتوس مقدار زیادی پلیفنول و بتالین داره. این مواد به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی عمل میکنن و رادیکال های آزاد قبل از اینکه آسیب برسونن به سلول های بدن اونها خونسا میکنن. علاوه بر این تحقیقات آزمایشگاهی دیگه هم نشان میده که میوه کاکتوس به جلوگیری از رشد تومورها کمک میکنه. ششمین خاصیت فوق العاده میوه کاکتوس یا انجیر هندی که به نام انجیر هندی هم گفته میشه خاصیت آنتی اکسیدانی او هست. آنتی اکسیدان همونطور که در بخش ضد سرطانی گفته، آنتی اکسیدان موجود در کاکتوس به حفظ سلامت پوست هم کمک میکنه و شانس
ابتلا به پیری زودرس در اطفال در تمام انسان‌ها پایین میاره، در تقویت بینایی و همچنین در حقیقت حفظ و عملکرد بهتر ماهیچه ها نقش بسیار مهم داره. در آلمان تحقیقاتی که صورت گرفته نشون میده که میزان بالای ترکیبی به اسم توکوفرول و بتاکاروتن که ترکیبات رنگی داخلی میوه هم هست، در داخلی کاکتوس وجود داره، میوه کاکتوس وجود داره، به سلامت پوست و چشم بسیار مفیده. رادیکال های آزاد تا حدی مسئول اکسایش سلول های عصبی هستند که در پی او بیماری های متعدد عصبی ایجاد میکنه. ترکیب پلیفنول با افزایش فعالیت شناختی در حقیقت در ارتباط. هفتمین خصوصیت یا فایده جالب این میوه کاهش التهاب. در طب سنتی میوه کاکتوس له میکردن و به صورت موضعی در حقیقت روی بخش ملتهب قرار میدادن، همچنین با مصرف خوراکی میوه آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی موجود در این میوه میتونه به کاهش التهاب، مخصوصا التهاب مفاصل، در نقرس و همچنین در کشش عضلات نقش بسیار مهمی ایفا بکنه. هشتمین فایده این میوه در حقیقت پیشگیری و بهبود دیابت. تحقیقات متعددی نشون میده که میوه کاکتوس این خاصیت داره که از پیشروی دیابت جلوگیری کنه و در درمان او مخصوصا بعضی از تایپ ها مؤثر باشه. کسایی که به عنوان صبحانه با کربوهیدرات بالا از میوه کاکتوس استفاده میکنن، قند خون و سطح انسولین پایینتری معمولا پس از صبحانه خوردن دارن. اما نهمین خصوصیت یا فایده جالب میوه کاکتوس مقابله با استرس اکسیداتیو. در تحقیق دیگه که انجام شده مشخص شده که میوه کاکتوس میتونه با استرس اکسیداتیو مبارزه کنه. در حقیقت استرس اکسیداتیو یه پروسه بیولوژیکی که سلول های معمولی توسط رادیکال های آزاد دچار آسیب میشن و ریسک ابتلا به بیماری های وابسته به افزایش سن مثل سرطان، مثل تصلب شرائین افزایش میدن. میوه کاکتوس به دلیل دارا بودن مواد مغذی و مواد بسیار مفید، هم به روش خوراکی در حقیقت و هم به صورت موضعی قابل استفاده هست که میتونیم در حقیقت در فروشگاه ها هم، خیلی از فروشگاه های مخصوصا اروپایی، اونها رو میتونیم به دست بیاریم. میوه کاکتوس میتونه به روش های مختلفی مصرف بشه، معمولا هم به صورت خام و هم به صورت پخته، به صورت خشک، به صورت ژله، هم به صورت مارمالاد ها یا مربا ها، آب نبات و یا همچنین به صورت نوشیدنی هم قابل استفاده. اما میوه کاکتوس عوارض کمی هم داره. عوارض جانبی احتمالی وجود داره که بعضی از وقتا در بعضی از افراد ایجاد میشه، مثل تهوع، اسهال، باد شکم، سردرد و افزایش حجم و تعداد دفعات دفع مدفوع هم ممکنه ایجاد بشه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. امروز ما 9 فایده یا 9 خصوصیت جالب میوه کاکتوس خدمت شما معرفی کردیم که بسیار جالبه. اگر حتما میتونین دسترسی داشته باشین میوه، حتما استفاده کنیم. بعضی از کاکتوس ها هم در حقیقت که ممکنه در خانه ها رشد کنن، میوه هایی داره که میوه های اونها هم مخصوصا از نوعی که خدمت شما عرض کردیم قابل استفاده هست که میتونیم اونها رو مصرف کنیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. لایک و کامنت فراموش نکنین و اگه علاقمند به موضوعات زیست‌شناسین حتما کانال سابسکرایب کنین. روز همه شما بخیر، موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.